به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شاگردای عزیز و گرامی سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ به درس امروز بسیار زیاد خوش آمدید. خب شاگردای عزیز و گرامی، ما و شما مضمون ریاضی صنف نهم با هم دیگه میخوانیم، درست است؟ و فصل چندم هستیم؟ فصل هشتم، احصائیه یا آمار، و درس چهارم امروز ما و شما میخوانیم. اما عنوانی که ما و شما باید بخوانیم در درس امروز چی است؟ گراف دایره‌ای را با هم دیگه میخوانیم. اگر یادتان باشد درس گذشته، در درس های گذشته ما و شما گفتیم که ما اول چی رو خواندیم؟ جدول کثرت یا جدول فریکونسی رو گفتیم خواندیم، و او برای چی بود؟ برای ازی بود که ما و شما بتانیم دیتا ها رو تجزیه تحلیل کنیم، آسانتر راحتتر بتانیم تجزیه تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم، درست است؟ اگر دیتا های ما و شما به شکل پراکنده بم تو باشه، نامنظم باشد، ما و شما او رو اگر بخوایم تجزیه تحلیل کنیم و نتیجه بگیریم، کمی بر ما و شما مشکل میشه، درست است؟ و او رو ما اومدیم در یک جدول منظم کردیم، و او جدول میگفتیم جدول کثرت یا جدول فریکونسی، درست است شاگرد عزیز؟ خب و گفتیم چی میشه؟ کمی تجزیه تحلیل بر ما و شما راحت تر میشه و آسان تر میشه، میتونیم نتیجه گیری کنیم. اما گفتیم ما میتونیم دیتا ها را و به شکل گراف هم نشان بدیم. وقتی با گراف نشان بدیم باز چی میشه؟ تجزیه تحلیل آسان تر و راحت تر به ما و شما میشه و نتیجه گیری ما و شما دقیق تر میشه، درست است؟ پس شاگرد عزیز، ما گراف ها هم خواندیم. اگر در درس های سال های قبل یادتان باشد، ما گراف میله ای را خوانده بودیم و گراف خط منکسر یا خط شکسته را خواندیم، درست است؟ ما باز امسال گراف چی را خواندیم؟ درس گذشته اگر یادتان باشد، ما گراف مستطیلی را خواندیم. گفتیم برای دیتا هایی که پیوسته باشد، ما از گراف مستطیلی استفاده کنیم بهتر است، نتیجه گیری بهتری میتونیم بکنیم، صحیح است؟ اما ما یک گراف دیگه هم داریم به اسم گراف دایره ای. گراف دایره را ما میتونیم دیتا ها را به وسیله گراف دایره نشان بدیم. اول جدول کثرت و جدول فرکانسی نوشته میکنیم، و از روی جدول کثرت ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ از روی جدول کثرت ما میتونیم شاگرد عزیز گراف دایره را رسم بسازیم و نظر به اون نتیجه گیری کنیم، صحیح است؟ پس گراف دایره ما به وسیله یک دایره میایم چی میکنیم شاگرد عزیز؟ دیتا ها را نشان بدیم و اطلاعات، البته اطلاعات دیتا ها را نشان بدیم و میفهمیم که چقدر به عنوان مثال ما چی داریم، از دسته اول داریم، چقدر از دسته دوم داریم و چقدر از دسته سوم داریم، به ما و شما نشان داده میشه، صحیح است؟ پس گراف دایره از دایره کمک میگیره و یک گراف است و از طریق دایره نشانش میدیم، درست است؟ خب شاگرد عزیز، قبل که بریم سر تخته و با یک مثال من برای شما تشریح کنم که دقیق بفهمی، کارخانگی درس گذشته را قرار بود که به ما روان کنید از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 209644-780-255-4013. اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی دارید، میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبری که شاگرد عزیز به شما خواندم، درست است؟ پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم. شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید. خب شاگرده عزیز و گرامی، درس امروز ما و شما چی است؟ گراف دایره‌ای. پس من نوشته میکنم درس امروز ما و شما عنوانش هست گراف دایره‌ای. دقت کنید شاگرده عزیز، دایره خو میفهمی چی است، درست است؟ دایره خو میفهمیم. اما ما در دایره در درس های سال گذشته اگر یادتان باشد، ما یک زاویه داشتیم به اسم زاویه مرکزی. دقت کنید، پس من یک یادآوری میکنم. زاویه مرکزی، ما و شما اگر یک دایره داشته باشیم،
زاویه مرکزی چی است؟ زاویه‌ای که رأسش در مرکز دایره باشد و اضلاعی از او چی باشد؟ شعاع‌های دایره باشد. درست است؟ پس دقیقاً مرکز دایره رو من مشخص میکنم. این زاویه رو بهش میگم یک زاویه چی است؟ یک زاویه مرکزی است. درست است؟ پس زاویه این رو من نامش A بگیرم، این رو B بگیرم و این رو مرکز دایره با O نشان میتونم. صحیح است؟ پس زاویه A O B دقیقاً یک چی است؟ یک زاویه مرکزی است. زاویه مرکزی. صحیح است؟ پس زاویه مرکزی رو میفهمیم چی است؟ شاگرد عزیز، زاویه‌ای که مرکزش در چی باشد؟ رأسش در مرکز دایره و ضلع‌های از اون زاویه چی باشد؟ شعاع‌های دایره باشد. به این زاویه میگن زاویه مرکزی. درست است؟ خب شاگرد عزیز، یک زاویه مرکزی دقت کنید. میفهمیم که خود زاویه با قوس مقابل با همدیگه بر حسب درجه مساوی هستند. یعنی چی است؟ اگر به عنوان مثال 40 درجه باشد، شاگرد عزیز، این قوس هم میشه چند؟ 40 درجه. پس A O B، زاویه A O B ما و شما 40 درجه اگر باشد، نتیجه میگیریم که کمان یا قوس A B، قوس یا کمان A B هم چند درجه است؟ 40 درجه است. پس A B قوس، بالاش یک قوس میمانیم. صحیح است؟ و این هم چی میشه؟ این هم 40 درجه میشه. درست است شاگرد عزیز؟ خیر میفهمیم. و دیگه چی؟ دیگه ای رو میفهمیم. یک دایره مکمل، همین قوسی که مکمل دایره باشه چند درجه میشه؟ چون میشه یک دور کامل میزنه میشه 360 درجه. ای رو میفهمیم دیگه. درست است؟ پس یک دایره مکمل 360 درجه است. درست است؟ خب یار میفهمیم. حال ما چی میکنیم؟ از همین زاویه مرکزی و دایره کمک میگیریم، میتونیم برای چی شاگرد عزیز؟ برای یک جدول کسرت گراف رسم کنیم، به اون میگیم گراف دایره‌ای. درست است؟ ما یک مثال کار میکنیم و با توجه به اون مثال میتونیم تشریح میکنیم برای شما که بفهمیم گراف دایره چه رقم چی میشه رسم میشه. درست است؟ پس مثال بعد ما یار پس پاک میکنم شاگرد عزیز، یار پاک میکنم و مثال نوشته میکنم. خب شاگرده عزیز و گرامی دقت کنید، من یک مثال کار میکنم. مثال من یک چی میکشم شاگرده عزیز؟ یک جدول کسرت میکشم. این جدول کسرت برای چی است شاگرده عزیز؟ این جدول کسرت در رابطه با کارمندان یک شرکت شخصی است، خصوصی فرق نمیکنه، یک شرکت است که چند کارمند، 200 کارمند داره. صحیح است؟ خب از این 200 تا کارمند، پس دقت کنید، این چی میشه؟ نوع میگم که چی؟ مدرک تحصیلی شان چی است؟ این 200 کارمند میتونه چی باشد؟ 12 پاس باشد، 14 پاس باشد. صحیح است؟ 12 پاس داریم، 14 پاس داریم، دیگه چی داریم؟ لیسانس داریم. صحیح است؟ دیگه ماستر داریم و دکتر داریم. صحیح است؟ دکتر داریم. پس شاگرد عزیز، 1 2 3 4 5 تا دسته داریم. 12 پاس چی میشه؟ چند تا داریم؟ با عنوان مثال 12 پاس ما داریم. بعد من نوشته کنم، لیسانس داریم از 200 تا کارمند است. 200 تا لیسانس، 100 تاش چی است شاگرد عزیز؟ 100 تا لیسانس دارن. خب ماستر چی قصد؟ ماستر بگیم 50 تا ماستر داریم. صحیح است؟ 5 تا دکتر داریم و دیگاش 12 پاس 14 پاس چقدر میشه؟ 155 میشه. صحیح است؟ 10 تا عنوان مثال ما چی داشته باشیم؟ 10 تا چی داشته باشیم؟ 14 پاس داشته باشیم شاگرد عزیز. خب چند میشه؟ 100 150 160 165 پس میشه 35 تا. دیگه چی میمونه؟ 35 تا 12 پاس میشه. پس شاگرد عزیز، چند کل تعداد کارمندان چند میشه؟ 200 میشه. یا اگه جمع بسازیم 200 میشه. دقت کنید، 35 با 5 میشه 40. درست است؟ 40 کدید 10 میشه 50، کدید 150 میشه 200. پس 200 تا کارمند دارد. صحیح است؟ پس این چی میشه؟ تعداد کارمندان. خب شاگرد عزیز دقت کنید، پس این چی است؟ این جدول فرکانسی یک شرکت است، کارمندان یا کارکنان یک شرکت که چی است؟ 200 تا کارمند دارد که 35 تا از اونها چی است؟ 12 پاس است، 14 10 تاش 14 پاس است و 100 تاش لیسانس داره، 50 تاش ماستر است و 5 تا دکتر داره. مدرک تحصیلیش دکتر چی؟ دکترا یا دکتر است. فهمید چرا خم شد دیگه نه؟ حالا من میخوام برای از این شاگرد عزیز چی کنم؟ یک تا گراف رسم کنم به اسم گراف دایره‌ای. ما برای که بتونیم گراف دایره رسم کنیم، باید زاویه های مرکزی هر دسته را دریافت کنیم.
زاویه مرکزی هر دسته فرمولش نیست. دقت کنید، من فرمول در اینجا نوشته میکنم. زاویه مرکزی هر دسته، زاویه مرکزی هر دسته، هر دسته فرمولش به این شکل میشه شاگرد عزیز. زاویه مرکزی هر دسته ما باید کثرت نسبی را دریافت کنیم و ضرب در 360 بکنیم. صحیح؟ پس من نوشتم میکنم کثرت نسبی فرمولش چه رقم بود؟ یا تا نست میبینیم کثرت تقسیم بر تعداد کل میشه چه؟ کثرت نسبی. پس من نوشتم میکنم دقت کن شاگرد عزیز، تعداد کارمندان و کثرت بهش میگیم کثرت مطلق با چی نشان میدادیم؟ با اف نشان میدیم. صحیح؟ پس کثرت مطلق با اف نشان میدیم. پس من نوشتم میکنم کثرت مطلق یا همون کثرت، کثرت دسته است رو ما با مطلقش هم نوشته کنم. کثرت مطلق تقسیم بر چی؟ تعداد کل، تعداد کل دیتا ها ضرب در 360. صحیح؟ پس اینی چی میشه شاگرد عزیز؟ اینی رو ما اگه انجام بدیم چی میشه شاگرد عزیز؟ این میشه چی؟ زاویه مرکزی هر دسته دریافت میشه. صحیح؟ پس کثرت مطلق تقسیم بر تعداد کل ضرب در 360. من بر دسته اول بریم دریافت میکنم. بر دسته اول چی بشه؟ ما باید چی کنیم؟ من باید اینجا نوشتم میکنم شاگرد عزیز، زاویه مورد نظر یا زاویه مرکزی داشت نوشتم میکنم. این میشه زاویه مرکزی. صحیح؟ زاویه مرکزی دسته اول چند تا چی داریم؟ کارمند داره 35 تا. چی داره؟ 12 پاس داره. پس من باید اینجا نوشتم باز پاک میکنم شاگرد عزیز، 12 تقسیم بر چند؟ بخش 12 35. چرا 12 نوشتم؟ 35 تا کارمند داره. صحیح؟ پس 35 تقسیم بر چند شاگرد عزیز؟ تقسیم بر تعداد کل دیتا چند تاست؟ 200 تا. تقسیم بر 200 این رو باید انجام بدیم و ضرب در 360 بکنیم ببینیم جوابش چند نشه. صحیح؟ پس من این رو با ماشین حساب انجام بدم، با تلفن خود انجام بدم شاگرد عزیز و جوابش نوشته میکنم. صحیح؟ پس 35 تقسیم بر 200 اگر بسازیم ضرب در 360 بکنیم جواب میشه 63. پس جواب چند میشه شاگرد عزیز؟ میشه 63 درجه. دقت کنید، پس زاویه مرکزی بر حسب درجه دریافت میشه. پس زاویه مرکزی ما شما اول چند شد؟ پس من نوشتم میکنم، نگاه کنید شاگرد عزیز، 35 تقسیم بر 200 ضرب در 360 درجه. فرمولش هم ایسته 360 بکنیم جواب شد 63 درجه. پس شاگرد عزیز فامین فرمولش چیست دیگه؟ نه میایم چی میکنیم؟ تعداد کارمندان یا فرکانسی یا کثرت مطلق تقسیم بر تعداد کل که همون کثرت نسبی است دیگه، خوانده میرنه، ضرب در 360 میسازیم و جواب چی میشه شاگرد عزیز؟ جواب میشه زاویه مرکزی عمود دسته. خب دسته دوم ما شما چند تا فرکانسی مطلقش چند تاست؟ 10 تاست. پس میشه چی شاگرد عزیز؟ من نوشتم میکنم 10 تقسیم بر 200 ضرب در 360. خب 10 تقسیم بر 200 ضرب در 360 اگر بسازیم، 10 تقسیم بر 200 مساوی میشه با ضرب در 360 اگر بسازیم میشه 18 درجه. صحیح؟ پس 18 درجه. صحیح؟ خب و لسانس دریافت کنیم، لسانس خب آسان است دیگه، نه؟ اگر بیایم 100 تقسیم بر 200 بسازیم ضرب در 360 درجه بسازیم، تقسیم بر 200 ضرب در 360 درجه بسازیم، این دو صفر که دو صفر خلاص میشه، یک برده زب در 360 بکنی 180 درجه میشه. صحیح؟ پس دسته سوم ما و شما زاویه مرکزی چند شد؟ 180 درجه. و دسته چهارم ماستر رو باید دریافت کنیم. پس 50 تقسیم بر 200 ضرب در 360. فرمولش بس فامیده چی رقم شد دیگه؟ نه فرمولش دیگه نوشته کنم برای شما. بان شاگرد عزیز من دور از فرمول خط بکشم. این فرمول چی است؟ زاویه مرکزی ما و شما. صحیح؟ این فرمول زاویه مرکزی است. زاویه مرکزی هر دسته. زاویه مرکزی دسته فرمول چه میسته؟ کثرت مطلق تقسیم بر تعداد کل ضرب در 360 درجه. 360 که بر حسب درجه دریافت میشه. صحیح؟ خب 50 ضرب تقسیم بر 200 ضرب در 360، یعنی یک تا صفر که صفر خلاص میکنیم، 5 بر 20 میشه 1 بر 4. صحیح؟ 360 ضرب در 1 بر 4 یا تقسیم بر 4 بسازیم میشه 90 درجه. صحیح؟ خب هم آسان است. اما دسته آخر دکتر، پس میشه 5 تقسیم بر 200 ضرب در 360. خب جواب چند میشه شاگرد عزیز؟ باید دریافت کنیم دیگه، نه؟ ما اگه دریافت کنیم با ماشین حساب یا تلفن دریافت کنیم چند میشه شاگرد عزیز؟ پس 5 ما تقسیم بر 200 میکنم ضرب در 360 میکنم که میشه 9 درجه. جواب ما و شما میشه 9 درجه. صحیح؟ پس چند شد؟ 9 درجه. پس دقت کنید شاگرد عزیز، کجا میفهمیم غلط کردیم یا غلط نکردیم؟ باید بیایم جمع اینی درجات کلش با هم جمع بسازیم و 360 یک دایره مکمل شوه. اگر نشد یک جا غلط کردی.
درست است؟ پس من میام انجام میتم. دقت کنید شاگرد عزیز، من میام انجام میتم، میگم که جمع میسازم 9 درجه، جمع 90، جمع 180، جمع 18، جمع 63 درجه رو جمع میسازیم. پس 9 جمع 90 جمع 180 جمع 18 و جمع 63 درجه که جوابش میشه دقیقاً 360 درجه. پس چی است؟ در زاویه مرکزی ما و شما درست کردیم، صحیح است، غلط نیست. فهمید چی رقم شد دیگه نه؟ پس یک بار دیگه برات میگم شاگرد عزیز، زاویه اول چی میکنیم؟ جدول کثرت تنظیم میکنیم، منظم رسم میکنیم، مینویسه میکنیم. بعد میایم چی میکنیم؟ اینی فرمول زاویه مرکزی هر دسته رو باید دریافت کنیم. زاویه مرکزی هر دسته فرمولش اینه که کثرت تقسیم بر تعداد کل ضرب در 360 و جوابش بر حسب درجه، چون زاویه است، بر حسب درجه دریافت میشه. به عنوان مثال تعداد کارمندانی که 12 پاس بود چند تا بود؟ 35 تا بود. تعداد کل کارمندای ما و شما 200 تا بود. پس 35 تقسیم بر 200 ضرب در 360 میکنیم و جواب چند میشه؟ 63 درجه شده. صحیح است؟ 63 درجه. دسته دوم 14 پاس، 14 پاس چند نفر داریم؟ 10 نفر، 10 کارمند داریم که 14 پاس است. 10 تقسیم بر 200 ضرب در 360 که اختصار کردیم شده 18 درجه. صحیح است؟ دسته سوم لیسانس، لیسانس ما و شما 100 نفر لیسانس داره. پس 100 تقسیم بر 200 ضرب در 360 اگر اختصار کنیم جواب شده 180 درجه. و دسته چهارم ماستر، ماستر 50 تا کارمند ماستر داره همین شرکت. صحیح است؟ پس 50 تقسیم بر 200 ضرب در 360 میشه 90 درجه. صحیح است؟ و دکتر، دکتر چی گفته؟ 5 نفر دکتر داره، 5 تقسیم بر 200 ضرب در 360 که میشه 9 درجه. درست است شاگرد عزیز؟ پس دقت کنید چی شد؟ ای از زاویه های مرکزی. پس ما زاویه مرکزی هر دسته با این فرمول که برات نوشته کردم دریافت میکنیم. حال میرم یاره در یک دایره من نوشته میکنم. درست است شاگرد عزیز؟ پس من سمت راست تخته رو پاک میکنم و بعد گراف دایره رو رسم میکنم. درست است شاگرد عزیز؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، پس ما حال چی است؟ اینی جدول دارم، زاویه مرکزی رو دریافت کردیم، حالا ما میتونیم چی؟ گراف دایره ای را رسم کنیم. پس ما به شکل رسم میکنم شاگرد عزیز، دقت کنید. یک تا دایره کلان میکشم، یک تا دایره کلان میکشم، اینی دایره ما و شما باشه. صحیح است؟ این دایره ما و شماست. خب مرکزش مشخص میکنیم، اینی مرکز دایره ما و شماست. خب حالا نظر به زاویه مرکزی که دریافت کردیم برای هر دسته بریم چی میکنیم؟ زاویه مرکزی رو در روی دایره میکشیم. زاویه ما اول دقت کنید برای که غلط نشه از پیشتان، اول کلانترین زاویه رو بکشید. کلانترین زاویه ما شما چند است؟ 180 درجه است. 180 خب میفهمیم یک دایره به دو نیمه اگه تقسیم شه 180 میشه. صحیح است؟ پس یعنی میشه 180 درجه. یک قطرش رسم مستقیم رسم کنیم، یعنی زاویه شد 180 درجه. صحیح است؟ بالا 180 درجه است که او را چی میگیریم؟ نامش مالک چی است؟ مالک دسته سوم و لیسانس است. پس من نامش نوشتم میکنم چی است؟ این لیسانس. پس این چی؟ این صاحب مال صاحب لیسانس 180 چی که میفهمم نوشتن نمیکنم. صحیح؟ پس این صاحب مال صاحب لیسانس است. خب اما دیگه چی؟ یک تا 90 هم داریم. از بلندترین زاویه بکشیم آسان‌تر میشه. 90 درجه هم داریم. خب از باقی مانده 90 درجهش باید چی بتیم شاگرد عزیز؟ 90 درجه بتیم بر یعنی یک زاویه 90 درجه. یعنی 90 درجه بتیم بر چی؟ بر ماستر، چون ماستر 90 درجه بود. پس او لیسانس در اینجا چی؟ ماستر. پس یک زاویه 90 درجه شد ماستر. در اونجا هم لیسانس شد، در این شد ماستر. صحیح؟ خب حالا از 90 درجه که میمونه چقدر باید بسن به سه قسمت باید تقسیم کنیم؟ 63 درجه باید بتیم به 12 پاس، 18 درجه به 14 پاس و 9 درجه در دکتر بتیم. صحیح؟ پس یک 63 داریم، یک 18 و یک 9. 63 تقریبا به شک میشه شاگرد عزیز، 63 درجه تقریبا اینی رو ما میگیریم 63 درجه. البته کمی، البته شاگرد عزیز شما اگه بخواید دقیق بکشین باید نقاله داشته باشین، با توجه به نقاله میتونین دقیق زاویه رو مشخص کنین. پس ما به شک میکشم تقریبا به شک میشه اینی میشه چی؟ 63 درجه. 63 درجه و 63 درجه از چی بود؟ از 12 پاس بود. صحیح؟ پس من اینجا نوشته میکنم 12 پاس. صحیح؟ خب حال چی است؟ 9 درجه در دکتر باید بتیم و 18 درجه هم به 14 پاس باید بهش بتیم. پس به شک من میتونم جور کنم 9 درجه به. صحیح؟ یعنی در این قسمت میشه دکتر 9 درجه، 9 درجه است. و این قسمت چی میشه شاگرد عزیز؟
18 درجه است، یعنی 18 است، یعنی 9 است، دو چند از اوست دیگه نه، و او چی میشه؟ 14 پاس میشه. پس نوشته میکنیم 14 پاس. پس ما تانستیم شاگرد عزیز یک تا گراف رسم به اسم گراف دایری توسط یک دایره و زاویه‌های مرکزی که ما برای هر دسته دریافت میکنیم. پس این چی میشه؟ گراف دایری. پس ما نوشته میکنیم گراف دایری باید عنوان داشته باشه. شاگرد عزیز میگیم که گراف کارمندان، البته باید نوشته کنیم گراف چی؟ مدرک تحصیلی کارمندان. صحیح است؟ گراف مدرک تحصیلی کارمندان یک شرکت. گراف مدرک تحصیلی کارمندان یک شرکت. حالا شرکت نامش هر چی است، شرکت هر چی نامش بگیر فرق نمیکنه. پس عنوان گراف هم در پایان ازو نوشته میکنیم. صحیح است؟ پس شاگرد عزیز فهم میدیم. حالا یار معمولا چی میکنه؟ ده ما با کامپیوتر اگه یار رسم کنیم، یار با رنگ های متفاوت لسانس دیگر رنگ برام میکشه، ما سر دیگر رنگ یا دیگر رنگ و دقیق تر فهمیده میشه. صحیح است؟ پس ما تانستیم گراف دایره از این جدول کثرت رسم کنیم. گفتیم اول چی میکنیم؟ زاویه مرکزی دریافت میکنیم و بعد با توجه به زاویه مرکزی دایره رو تقسیم میکنیم. باید زاویه مرکزی بکشی شاگرد عزیز، دقت کنید. و گفتیم از بلند، از بزرگترین زاویه شروع میکنی که آسان تر شود برای رسم گراف دایره ای. درست است شاگرد عزیز؟ پس هم از گراف دایره یک مثال برای شما زدم و گرافش هم برای شما رسم کردم و فهمیدید دقیق که چه رقم میشه. خب شاگرد عزیز و گرامی، پس گراف دایره ای را فهمیدیم. درست است؟ فهمیدیم چی است و ما میتونیم خیلی آسان گراف دایره ای را رسم کنیم. اول باید زاویه مرکزی را رسم کنیم. درست است؟ دریافت کنیم و بعد نظر به زاویه مرکزی میتونیم گراف دایره ای را رسم کنیم. اما کارخانگی، تمرین های صفحه 210 کتاب کار کنید و به ما روان کنید. از طریق چی؟ از طریق واتساپ. نمبرش هم 2096478052554013. درست است شاگرد عزیز؟ و پایان درس چهارم از فصل هشتم. شاگرده عزیز و گرامی، مانده نباشین، بخیر باشین، وقت خوش. شما را به الله پاک و مهربان می سپارم.